کتاب جلوگیری و درمان اعتیاد که برخواسته از دو تحقیق می باشد توسط این زوج جوان در ولایت هرات تهیه و به چاپ رسیده است. این زن و شوهر که از رشته روانشناسی فارغ التحصیل شده می گویند در این کتاب راهکارهایی را به منظور جلوگیری از آغشته شدن افراد به مواد مخدر و روشهای درمان اعتیاد به بحث گرفتند. به خاطر از اینکه ما بتونیم یک راهکار درست منظم برای مردم خود، برای کشور خود ارائه بدیم، گفتیم که یک چیز دستنویس باشه، کاغذی باشه تا بالاخره برای هم به سمع همه مردم رسانده بشه، برای همه مؤسسات و دونرها و امثال اینها، کسایی که در این قسمت کار میکنن، تا از این استفاده بشه و یک قدم مثبت در قسمت ترک اعتیاد برداشته بشه. بخشی از این کتاب به پیامدهای منفی استفاده از مواد مخدر در خانواده ها و تأثیرات آن بر صحت کودکان اختصاص داده شده است. به باور این زوج جوان، والدین معتاد با برخورد نامناسب و عدم نظارت درست از رفتار کودکان می توانند زمینه آلوده شدن اطفال به اعتیاد را فراهم سازند. این انگیزه برای ما ایجاد شد که ما راجع به ازی یک تحقیق داشته باشیم که هم برای خانواده ها معلوماتی ما بدیم راجع به خود اعتیاد و هم راجع به درمان ازی برای از اونا معلومات بدیم. و چون تحقیق قبلا ما انجام داده بودیم راجع به اینکه کودکایی که والدین معتاد دارند چی بر روحی از اونا چی تأثیری آماده، ما به اونجی متوجه شدیم که خود کودک که در یک خانواده که پدر از اون معتاده یا یکی از اعضای خانواده از اون کسایی که به اون نزدیک هم معتادن، خیلی احتمال بیشتری وجود داره که از اون خانواده باز دوباره کودکان معتاد میشن. این کتاب در اختیار مراکز ترک اعتیاد در ولایت هرات قرار گرفته تا بتواند مسئولان را در زمینه تداوی معتادان کمک کند. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت هرات نیز میگویند این کتاب میتواند در قسمت کاهش اعتیاد در این ولایت یک راهنمای خوب به حساب آید. برای کارمندایی که در بخش ترک اعتیاد کار میکنن و به خصوصی که این تحقیق در بین خانواده های وابسته به مواد مخدر شده و در قالب کتاب در آمده، مؤثریت خاص خود داره. اعتیاد در ولایت هرات به یکی از چالش‌های جدی اجتماعی مبدل شده است. همه سال صدها نفر به افراد معتاد در این ولایت اضافه می‌شوند که اطفال و زنان نیز در بین آنها حضور دارند. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.